در آستانه نزدیکی به سالروز قانون کار، تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین، کنشگران و حامیان مبارزات مستقل کارگری طبعا از هر راه ممکن اعتراض به اصلاحی قانون کار رو ادامه میدن. توجه شما رو جلب میکنم به گفتار کارگری هفته از جلال نادری. سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. اعتراضات کارگری همچنان ادامه داره و روز به روز گسترده تر میشه. یکی از مهمترین عرصه‌های اعتراضی که تونسته علاوه بر تشکل‌ها و فعالین مستقل کارگری بخشای وسیع از کارگرها رو تو دو ماه اخیر به اعتراض بکشونه، اصلاحیه قضایی دولت در مورد قانون کار. تو ده ها بیانیه و تومارای اعتراضی که تا حالا از سوی کارگرها و تشکل‌های مستقل کارگری منتشر شده، جوانب مختلف این لایحه ضد کارگری روشن شد. یه دوره 8 ساله بیشتر از 700 میلیارد دلار دارایی‌های نفتی رو غارت کردن، از دکل‌های نفتی تا زمین‌های شهری مرغوب، از صندوق تامین اجتماعی تا منابع مالی بانک مرکزی رو دزدیدن و بین خودشون تقسیم کردن. تورم بالای 40%، فقر شدید، رکود مزمن و بیکاری رو به گسترش حاصل این غارتگری ها بوده. به موازات این غارتگری ها، طرح‌های استاد شاگردی، دورکاری زنا و گسترش قراردادهای موقت رو با نقشه ارزون کردن هرچه بیشتر ارزش نیروی کار مطرح کردند. دولت روحانی در کنار دستمزدهای نجومی مدیرا و حاتم‌بخشی منابع صندوق ذخیره فرهنگی ها، ناتوانی در مهار بیکاری و پایان دادن به رکود در حوزه مسائل کارگری پا جای پای دولت مهرورز سابق گذاشته و با همون نقشه ارزون کردن ارزش نیروی کار، اصلاحیه قانون کار رو به مجلس فرستاده. این اصلاحیه اگه عملی بشه، دیگه هیچ سازوکار قانونی برای دفاع از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق نیروی کار وجود نخواهد. با تصویب این اصلاحیه، پدیده دستمزدهای معوقه و شلاق و زندان و اخراج کارگرها به خاطر اعتراض به بی‌حقی گسترش بازم بیشتری پیدا می‌کنه. قانون کار قضایی که سال‌هاست در سالروز تصویبش تابوتش رو در اعتراضات به نمایش در میارن، با اصلاحیه دولت برای همیشه دفع خواهد شد تا سرمایه‌دارا که دولت بزرگترینشونه بتونن به ارزون ترین شکل و بدون برخورد با هر گونه مانع حقوقی و قانونی زیر سایه حمایت های حداقلی حذف شده و شلاق قوه قضاییه از نیروی کار رایگان بهره برداری کنن. به همین دلیل اعتراض علیه اصلاحیه تا حالا به شکل های مختلف ادامه پیدا کرد. در آستانه نزدیکی به سالروز قانون کار، تشکل های مستقل کارگری و فعالین، کنشگرا و حامیان مبارزات مستقل کارگری طبعا از هر راه ممکن اعتراض به اصلاحیه قانون کار رو ادامه میدن. برای اینکه کاملا روشنه که این اصلاحیه یه زورآزمایی مهم طبقاتیه که در پایان دور بلندی از سرکوب مستمر دستمزدها و تجاوز مستمر عرصه به عرصه به جوانب گوناگون حقوق کار از طریق مجموعه ای از آیین‌نامه و طرح‌های اجرایی رژیم تو دستور کار قرار گرفته. رکود اقتصادی، ادامه فقر شدید، وجود لشکر انبوه بیکارا، فروپاشی روزافزون بنگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک و ناامنی شدید شغلی، موقعیت فرودست و دشواری برای اردوی کار فراهم. لایه اصلاحیه دولت فقط ریشه در درک این دشواری ها نداره، اما درک همین موقعیت دشوار در پیگیری اصلاحیه از جانب دولت علارغم مجموع اعتراضات ماهای اخیر بی تأثیر نبوده. مثل گرگای گرسنه خونخواری که در کمین طعمه نشستن، حس میکنن که کارگرها زیر فشار شدید قرار دارن و قدرت مقاومتشون در برابر چنین تعرضی کم شد. درست به همین دلیل نیازه که در برابر لایحه اصلاح قانون کار یک قطب بزرگ مقاومت طبقاتی
ساختی شکل بگیره، قطبی که بتونه توده بزرگ و پرشمار حضور کار رو به شکل واقعی در اعتراض به نقشه بردگی مطلق کارگر از جانب دولت دلالان و پونساق بگیران سرمایه، هم از خارجی یا داخلی و خصولتی، به میدون بکشه و از این طریق طرح اونا رو به شکست بکشه. اردوی کار کشور چه اون بخشی که حالا از حد اقلی از سازماندهی و سیمای مطالباتی قابل تشخیص برخورداره، چه اون بخشی که پراکنده تره و از حد اقل انسجام محرومه، درگیر مجموعه بزرگ و متفاوتی از رویارویی‌های روزمره و پراکنده با کارفرما و دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی. این پراکندگی که تفاوت‌های طبیعی ناشی از تنوع حوزه‌های رویارویی و محرومیت از تشکل مستقل صنفی دو ریشه شکل‌گیری و دوام اونه، در پیوند با پراکندگی ساختاری در ترکیب نیروی کار کشور، شکل‌گیری قطب مقاومت طبقاتی اردوی کار در برابر تعرض حاکمیت سرمایه رو به روندی دشوار تبدیل کرده. اگه در متن جاری مبارزه طبقاتی تأمین اجتماعی اون کانون مشترک عامیه که میتونه بر فراز شکافا و گسل‌های درونی اردوی کار تو شکل دادن به صف‌بندی سراسری اون کارا باشه، مبارزه مشترک و سراسری علیه اصلاحیه قانون کار الان یک کانون مشترک مبارزاتی خاص و ویژه است که در درهم شکستن تعرض حاکمیت و سرمایه برای جنبش کارگری از اهمیت بلافصل